بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در واقع بیش از 11 ماه از دوران ابتلا به این ویروس در کشور ما میگذره و پایان همین ماهی که در او هستیم، یعنی ماه بهمن، در واقع 1 سال تمام میشه. ما پایان بهمن سال گذشته بود که متوجه شدیم این بیماری وارد کشور شده و عده مبتلا شدند و تست های اونها مثبت شد و در واقع روز آخر بهمن اعلام شد که کشور ما هم متاسفانه با این ویروس مواجه شده. خب پس ما وارد ماه 12 شدیم. خب دوران سختی بود، 1 سال بر مردم گذشت تقریبا با سختی و مشکلات. باز هم باید مراقبت کنیم، ممکنه ماهای دیگر هم پیش رو داشته باشیم با همین سختی و مشکلات. اینکه یک بیماری واگیر عالمگیر و پاندمی در واقع تونسته جان بیش از 2,100,000 نفر رو تا حالا بگیره، خب این رقم خیلی بزرگی است که 2,000,000 نفر در دنیا جانشون رو از دست دادن به خاطر این بیماری و هنوز هم ادامه داره. معلوم نیست این مرگ و میرها تا کی ادامه داره. من باید در مجموع از دستاوردی که امروز ما شاهد اون هستیم و به حمدالله در 1-2 هفته اخیر ما آمار فوتی های ما 2 رقمی شده، تشکر کنیم از این دستاورد بزرگ، از مردم بزرگ بار و همچنین از کادر درمان. همه در این زمینه فعال بودند، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان های مردم نهاد، همه در کنار هم آمدند و این کار بزرگ رو به وجود آوردن. این کارنامه غرور آفرینی هست برای ملت ایران، برای دولت ایران، علارغم اینکه خب ما ببینیم کشورهایی که در دنیا قدرتمندترن از لحاظ صنعتی، از لحاظ امکانات پزشکی هم به هر حال بیمارستانشون، تختشون، امکاناتشون از ما بیشتره، اما در این حال گرفتاریشون و مشکلاتشون بسیار زیاده و نتونستن به طور کامل این بیماری رو مهار کنن، حتی از کنترل اونها هم در بعضی جاها داره خارج میشه. پس در کشور ما کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. ما از همه اونهایی که دستن در کار این اقدام سنگین و بزرگ بودن، از رسانه ها گرفته تا نیروهای عمل کننده تا کادر درمان، از همگی باید سپاسگزاری و تشکر بکنیم. البته این روند کاهشی 2 نکته داره. اولا اینکه این روند کاهشی معنیش این نیست که شرایط مطلوبه. حالا اگر در روزی ما 80 نفر، 90 نفر، 70 نفر، اینم عدد خیلی زیاده، به هر حال تو کشور 70 نفر عزیز ما از دست برن، یا آمار کمی نیست. حالا یه وقتی آمار 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، خب آدم میگه ما رسیدیم به نقطه مطلوب، اما الان این نقطه مطلوب ما نیست. نسبت به گذشته شرایط ما به حمدالله بهتره، اما روند کاهشی باید ادامه پیدا کنه. این رو به این دلیل میگم که امروز در گزارشی که آقای دکتر رئیسی میدادن از استانها، در بسیاری از استانها روند کاهشی بود، اما در برخی از استانها روند کاهشیش متوقف شده بود، یا در بعضی جاها یه مقدار مختصری شروع شده بود به افزایش تعداد بیمار. خب این میتونه برای ما نگران کننده باشه. ما نباید به خاطر کاهشی شدن، خدای ناکرده، مسیر اهمال، عادی‌نگری، عادی‌سازی در رفتارهامون، در رفتارهای خانوادگیمون، اجتماعیمون مد نظر قرار بگیری که خب بعدش میتونه برای ما خطرناک باشه. همچنان این نگرانی وجود داره که این ویروس جدید جهش یافته به نام
ویروس انگلیسی یا حالا اخیراً باز از یک کشور دیگری هم این موتاسیون مشاهده شده در آفریقای جنوبی بسیار نگران کننده است. یعنی به هر حال در دنیای امروز ما دیدیم در چین بود و ووهان بود، به هر حال رسید به اینجا. حالا از آفریقا یا از اروپا رسیدنش خیلی مشکل تر از چین نیست. از اینجا هم اگر ما مراقبت نکنیم، مواظبت نکنیم، این ویروس جهش یافته ممکنه ما رو مبتلا بکنه. مخصوصا اینکه امروز یه آمار نگران کننده دیدیم که در برخی از استانها موارد ابتلای به جوانها و نوجوانها را هم حتی اخیراً ما شاهدیم. خب این هم یک نگرانی جدیده، چون قبلا ابتلاها بیشتر مال افراد مسن بود، ولی خب الان افراد در سن پایین رو هم میبینیم مواردی مشاهده میشه و خب این میتونه در آینده برای ما بسیار مشکل آفرین باشه. ما حداقل باید تا 5-6 ماه آینده با همین دقت، با همین مراعات کنترل و پروتکل ها ادامه بدیم. به هر حال حالا تا واکسن برسه، واکسن تزریق بشه، چقدر مؤثر باشه، مرحله اول واکسن، مرحله دوم واکسن، تا واکسن های ایرانی برسه باز زمان میبره. پس ما یک زمانی پیش رو داریم، حداقل 6 ماه دیگر پیش رو داریم که باید کاملا مراقبت بکنیم. حالا تو اون موقع ببینیم شرایط ما چی میشه، ممکنه یه شرایط مطلوبی پیش بیاد برای ما. اگر خدای ناکرده ما با موج جدیدی مواجه بشیم، موج جدید به معنی تعطیلی بخشی از کسب و کارها هست، موج جدید به معنای ایجاد مشکلات روحی در جامعه است، موج جدید به معنای اخلال در انجام خدمات نسبت به مردم هست، پس ما باید با همه توان تلاش کنیم وارد موج جدید نشیم. اگر وارد موج جدید شدیم، خب اون وقت مشکلات برای اینکه مهار بکنیم، کنترل کنیم، برگردانیم برای ما بسیار سخت میشه. راهش تشدید نظارت هاست. ما دیگه راه دیگه نداریم. مردم ما از لحاظ فرهنگی باید همچنان بهشون گوش زد بشه، تبلیغات ادامه پیدا بکنه. خب تنها تبلیغات، بیان مطلب در صدا و سیما، در روزنامه ها، در سایر رسانه ها کافی نیست. باید از این ورم در بخش نظارتی ما نظارت رو تشدید بکنیم. حالا مخصوصا از طریق اپلیکیشن های دیجیتالی ما باید این نظارت ها رو بیشتر بکنیم. حالا نظارت چهره به چهره و موردی یه مقداری بعضی جا سخت میشه، ولی از طریق اپلیکیشن ها خیلی راحت تر میتونیم نظارت رو انجام بدیم. خب ما دیدیم از طریق همین اپلیکیشن ها بود که جلوی عده‌ای از مسافرت ها گرفته شد، جلوی عده‌ای از تردد ها گرفته شد. من در جلسه کمیته ها گفتم که اگر قرارگاه بتونه کاری بکنه که ما بتونیم سفرها رو هم، سفرهای بین شهری رو هم با این اپلیکیشن ها مرتبط بکنیم، که اگر کسی مثبت بوده نتونه مسافرت با ماشین شخصی، حالا با اتوبوس و هواپیما و قطار داره این کار انجام میگیره البته، اما حتی با خودرو شخصی هم اگر بتونیم این کار رو بکنیم، البته گفتن یک پیچیدگی هایی داره، من میخوام از قرارگاه که این رو دنبال بکنه. ما اگر بتونیم از این طریق حتی در سفرهای بین شهری هم اگر کسی مبتلا هست، به هر حال این مبتلا نره یک شهر دیگه، یه روستای دیگه، توی یه جمع دیگه اونها رو گرفتار بکنه، این کار ضروری و لازم هست. در مجموعه گزارش امروز ما این رو احساس کردیم که ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف نشده، بلکه به عکس با موتاسیون هایی که یافته این ویروس بیماری زاییش و سرایتش بیشتر شده. حتی امروز آقای دکتر نمکی در گزارششون گفتن این
بیماری موتاسیون یافته و این ویروس موتاسیون یافته حتی خطرش هم بیشتر شده و مرگ و میر بیشتری رو داره میگیره. خب پس این خیلی مهمه که ما با یک ویروسی مواجه بودیم، هنوزم هستیم و ممکنه با یک شرایط خطرناکتری ما در آینده با اینها مواجه بشیم که نیازمند به یک هشدار جدی هست. خب اگر کوچکترین غفلت و اهمال برای یه مدت چند روز صورت بگیره، بعدش ما میبینیم به هر حال موج سرپایی و بعد بستری و بعد آی سی یو و بعد خدای ناکرده مرگ و میر افزایش پیدا میکنه، ما دچار مشکل میشیم. برای این که این ویروس جدید وارد کشور نشه، من هم از وزارت راه میخوام این رو، هم از سایر مسئولین میخوام خیلی مراقبت کنیم در فرودگاه ها، در مبادی ورودی، همه مبادی ورودی از بندرها گرفته تا ریل، همه جا مراقبت کنیم افراد جدیدی که از خارج کشور، مخصوصا از اروپا، حالا اخیرا از آفریقا اگر وارد کشور میشن، ما بتونیم تست رو انجام بدیم و این ویروس جدید وارد کشور نشه که ما با این مشکل بزرگ مواجه نشیم. و همچنان باید با قاطعیت جلو تجمع و تردد غیر ضرور رو ما بگیریم، هیچ این تردید نکنیم، هیچ چیزی نباید ما را در این حرکت باز داره. تجمع غیر ضرور نباید انجام بگیره، ترددهای غیر ضرور نباید انجام بگیره، پروتکل‌های بهداشتی همه باید مراعات کنن. این وظیفه قانونی است، این وظیفه ملی است، این وظیفه شرعی است، همه باید مراعات کنن. و نکته آخرم این که به حمد الله در زمینه واکسن داخلی و خارجی حرکت‌های خوبی صورت گرفته. در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم، حالا آخر بهار تو تابستان انشالله، یک واکسن، واکسن برکت، یک واکسن، واکسن رازی هست و یک واکسن، واکسن پاستوره. این 3 واکسن داخلی، حالا بعضیش با مشارکت بعضیش کامل داخلی، این 3 واکسن انشالله ما سال آینده خواهیم داشت. حالا امیدواریم انشالله بعضی از اینا تو فصل بهار به دست ما برسه، بعضیش تو تابستان به دست ما برسه. و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم. و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه و این کار بسیار اهمیت داره. حالا واکسن داخلی که افتخاره برای ما، واکسن خارجی هم تا وقتی واکسن داخلی برسه بازم اون یک ضرورته که باید این کار انجام بگیره. انشاءالله امیدواریم با همکاری هم و یاری یک دیگر و مراعات دستورالعمل ها به خوبی از این مراحل بگذریم و انشاءالله مواجه با موج 4 نشیم با همکاری همدیگر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.